درود بر شما دوستان و همراهان، باز هم خدمتگزار شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن. در این درس میخواییم در خصوص پرکاربردترین و پر استفاده ترین ضمیرها در انگلیسی صحبت بکنیم و اونها رو با شما مرور کنیم، با هم یاد بگیریم و یک بار برای همیشه به ذهنمون بسپاریم و بتونیم اونها رو ملکه ذهنمون بکنیم. در نظر داشته باشید ترتیب چینش این ضمیرها بر اساس بیشترین تعداد استفادهشون در انگلیسی مرتب شدن و به اون ترتیب خدمت شما تقدیم خواهند شد. دوستان، در نظر داشته باشید که تکرار سه باره عبارت ها و جملات و لغات برای این است که شما فرصت کافی برای نوت‌برداری، برای تکرار و برای بیان عبارت ها و جملات و لغات داشته باشید تا باعث بشه که اونها رو خوب یاد بگیرید و بتونید به ذهنتون بسپارید. پس فراموش نکنید که حتما شما هم همگام با کلیپ تکرار بکنید، بیان بکنید و صدای خودتون رو در بیان حتما ضبط بکنید و مقایسه بکنید با نحوه بیان در این کلیپ که منجر بشه به یادگیری شما و باعث بشه که سپیکینگ شما و تلفظ شما بهبود پیدا بکنه. اوکی، بپردازیم به پرکاربردترین ضمیرها در انگلیسی. You یعنی تو. That یعنی آن. That it یعنی آن. It your یعنی مال تو، مال شما. your this یعنی این. this I یعنی من. I they یعنی آنها. they some یعنی برخی، بعضی. some there یعنی آنجا. دوستان توجه داشته باشید به تلفظ th در there به این صورته که شما زبونتون رو باید پشت دندون بالا قرار بدید و سعی کنید بگید ز زنبور، مثل زنبور میشه there what یعنی چه چیزی. عزیزان توجه داشته باشید تلفظ W کمی فرق داره با تلفظ V در فارسی، به این دلیل که ما تلفظ W رو در فارسی نداریم. بسیاری از زبان آموزا اون رو اشتباه تلفظ میکنن. تلفظ وی به این صورته که نیش دندون بالا لب پایین شما رو میگزه و میگید و، مثل وحید. اما وقتی که میخواید دابلی رو تلفظ بکنید دقت داشته باشید که لبهاتون تقریبا باید به حالت بوسه باشه و هوا ازش خارج میشه، میشه welcome. What which
which یعنی کدام. دوباره تلفظ دابلی رو توجه داشته باشید. Which. There. There یعنی مال آنها. باز هم تلفظ TH رو توجه داشته باشید. زنبور. There. All. All یعنی همه. All. We. We یعنی ما. تلفظ دابلی رو توجه دارید دیگه. We. These یعنی اینها. تلفظ TH رو حواستون باشه. These. Who یعنی چه فردی. در who دوبلی کلن تلفظ نمیشه، پس حواستون باشه who گفته میشه. Who. Them یعنی به آنها. Them. It's یعنی مال آن. It's. Our یعنی مال ما. Our. My یعنی مال من. My. Where یعنی کجا. Where. Those یعنی آنها. Those. He یعنی اوی مذکر. He. Us یعنی ما را. Us. His یعنی مال او. اوی مذکر. His. Another یعنی دیگر، دیگری. Another. Same یعنی همان. Same. Her یعنی مال او، مؤنث. Her.
Something یعنی چیزی. دوستان به تلفظ TH در something توجه بفرمایید. لبها پشت دندون بالا و سعی میکنید بگید سمیه یا سین. میشه سه. Something. در کل TH در انگلیسی به دو صورت تلفظ میشه. حالت اول زبون پشت دندون بالا و سعی میکنید بگید سمیه سه something. حالت دوم به همون صورت وقتی که زبون پشت دندون های بالا قرار گرفته سعی میکنید بگید زنبور میشه they یا حالت اول something. Me یعنی من، مرا. Me. She ضمیری است که برای مؤنث‌ها یا خانم‌ها استفاده میشه. She. Yourself یعنی مال خودت، مال تو. Yourself. Someone یعنی فردی، یک فردی. Someone. Everything یعنی همه چیز. تلفظ TH در حالت اول سمیه. Everything. Nothing یعنی هیچ چیز. تلفظ تیش حالت اول سمیه nothing. itself یعنی خودش. itself. Everyone یعنی هر فردی. Everyone. Themselves یعنی خودشان. تلفظ TH حالت دوم ظهره. Themselves. Anyone یعنی هر فردی. Anyone. Anything یعنی هر چیزی. تلفظ TH حالت اول سمیه. Anything. Him یعنی او را، مذکر. Him. Self یعنی خود. Self. Whatever یعنی هرچه. Whatever. Whose چه فردی، چه کسی. دقت داشته باشید که W تلفظ نمیشه.
هوز. myself myself یعنی خودم. myself everybody everybody یعنی هر فردی. everybody ourselves ourselves یعنی خودمان. ourselves nobody nobody یعنی هیچ فردی، هیچ شخصی. nobody himself himself یعنی خودش، مذکر. himself none none یعنی هیچ. none somebody somebody یعنی فردی، بعضی از افراد. somebody yours yours یعنی مال تو، مال شما. yours herself herself یعنی خودش، مؤنث، خودش خانم. herself mine یعنی مال من. mine whoever whoever یعنی هر فردی که. whoever anybody anybody یعنی هر فردی. anybody nowhere یعنی هیچ جا. nowhere بسیار خوب دوستان، پرکاربردترین ضمیرها در انگلیسی بودن که با هم اونها رو مرور کردیم و در موردشون صحبت کردیم. حتما دوستان عزیزان فراموش نکنید طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید، حتما طبق روش صدای خودتون رو ضبط بکنید با بیان در این کلیپ، حتما مقایسه بکنید که باعث رفع اشکالات تلفظیتون بشه و بتونید یک بار برای همیشه اینها رو یاد بگیرید. در نظر داشته باشید که این کلیپ رو دوباره ببینید، تکرار بکنید، حتما رو نویسی بکنید، حتما رو خوانی بکنید. شوخی نگیرید عزیزان، روش یادگیری بسیار مهمتر از منابع یادگیری است. شاید شما هزاران بار تکرار بکنید یک مطلب رو اما به روش اشتباه و نتیجه نگیرید، اما کافیه چند بار فقط با روش درست اونها را ضبط بکنید، بیان بکنید، تکرار بکنید و مقایسه بکنید با بیان اصلی در کلیپ آموزشی تا بهبود بسیار معجزه آسایی در یادگیریتون داشته باشه. بی‌نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان.
بسیار خوب دوستان، سپاسگزاریم از همراهی و حمایت‌های شما عزیزان. منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم. لطفاً فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن. همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس‌های بیشتر و درس‌های آینده کانال انگلیسی مثل آب خوردن رو حتماً دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام، خوش باشید.